بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین در بحث های قبلی اشاره کردیم به زیارت و اینکه زیارات اهل بیت زیارت اموات نیست بلکه اهل بیت حیان و نزد خدا روزی میخورند بر اساس آیات قرآن قران تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون همان نکونید اونهایی که در راه خدا شهید شدند اینها امواتی هستند که متوجه نمیشوند بلکه اینها زنده و در نزد خدا روزی میخورند و اشاره شد به روایاتی از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که ایشون فرمودند من سلام شما رو به من میرسه فبعثو الی السلام سلامتون رو به من بفرستید و جواب رو از اهل بیت دریافت میکنیم در ادامه ما به این مطلب اشاره میکنیم که روایات ما یک نوع عهدی رو بین امام و پیروان خودش بیان میکنه و به این مطلب اشاره میکنه که هر امامی بر گردن پیروان خودش عهدی داره که باید به با اون وفا کنه و زیارت یک نوع وفای به این عهد است روایت بسیار زیبایی است از آقا امام رئوف علی بن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه ایشان میفرمایند ان لكل امام عهد فی عنق اولیائه هر امامی عهدی پیمانی برگردن دوستان و اولیاء خودش داره و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبوره از بهترین نوع وفای به این پیمان و نیکو ادا کردن این پیمان اینه که به زیارت قبور این ائمه صلوات الله و سلام و علیه بریم به زیارت اون بزرگواران بریم و در ادامه میفرماید فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم و تصدیقا به ما فیه هر کسی که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام رو با شوق و میل به زیارت اونها زیارت کنه و تصدیق کنه به عقیده اونها یعنی عقیده اهل بیت رو قبول داشته باشه اونچرا که امام به عنوان امام عقیده بهش داره و به عنوان حجت خدا به اون باور داره و ما باید باور داشته باشیم به همونها اینها را چکار کنه؟ قبول داشته باشه شفعا فکان امتهم شفعاؤهم یوم القیامه در این صورت امامانی که او به زیارت اونها رفته امامان او شفیعان او خواهند بود در روز قیامت اینجا چند تا مطلب حائز اهمیت است یکی اینکه زیارت عهده و ما در قرآن آیاتی داریم که خداوند در قرآن میفرماید اوفو بالعقود به عقدها وفا کنید و در شرح این و تعویر این و معنا و تفسیر این نکته اهل بیت میفهمند منظور از عقود عهود اوفو بالعهود یعنی به عهد و پیمان های خودتون وفا کنید و وفای به عهد از واجبات است لذا اینجا این پیمانی که بین ما و بین ائمه ما هست باید بهش وفا کنیم و واجب است اون رو انجام بدیم نکته دیگه اینه که زیارت از روی میل باشه از روی رغبت باشه و این زیارت همراه با تصدیق باشه ممکنه کسی به زیارت اهل بیت بره اما معتقد به زیارت اونها نباشه این فرق میکنه با اون کسی که معتقد به زیارت اهل بیت معتقد به عقاید اهل بیت اون چرا که اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و و به اون پایبند هستن او هم پایبنده بین این دو نفر فرق داره و نکته دیگر اینه که وفای به عهد یک نوع ادای واجب نسبت به حقوق اهل بیت اهل بیت معصومین یک سری حقوقی برای ما دارن که وقتی ما به زیارت اونها میریم یک جوری برخی از این حقوق رو ما انجام میدیم و ادا میکنیم یه زیارتی هست یه زیارت نامه هست به نام زیارت جوادیه این زیارت زیارت آقا امام جواد هست صلوات الله علیه که با این زیارت پدرشون آقا امام رضا علیه السلام رو زیارت کردن عبارات بسیار زیبایی در این زیارت هست که معید این مطلب هست در این زیارت ایشون خطاب به پدر گرامیشون میفرمایند بالله اقسم و به آبائک الاطهار و به ابنائک المنتجبین الابرار من قسم میخورم به خداوند این قسم رو قسم یک امامه قسم امام جواد علیه السلام ایشون میفرماد من قسم میخورم به خدا و قسم میخورم به پدران پاکت و فرزندان برگزیده و نیکوی شما یعنی پدران امام رضا علیه السلام و فرزندان معصومشون من قسم میخورم که لولا بعد الشقه حیث شطت بکم الدار اگر این دوری مسیر نبود که سبب شد که فاصله بیفته بین ما و شما از مدینه تا خراسان فاصله بسیار زیاده اگر این فاصله نبود سختی این راه نبود حضرت می فرماند لقضیت بعض واجبکم به تکرار المزار من بعضی از حق واجب شما را به زیارت مکرر انجام دادن ادا می کردم یعنی زیارت ادای حق واجب اهل بیته و مکرر به زیارت اهل بیت رفتن اینا چیه از واجباته و اگر کسی در زیارات نزدیکه به حرم های اهل بیت نزدیکه با تکرار زیارت بعضی از حقوق واجب اهل بیت رو ادا میکنه بعضی از حقوق واجب امامش رو ادا میکنه کسانی که موفقن در طول سال سالها به زیارت بارها به زیارت امام حسین صلوات الله علیه میرن اینا بعضی از حقوق امام حسین رو ادا کردن و اون کسی که نمیتونه و سال یک بار موفق میشه در زیارت اربعین شرکت میکنه او داره به عهد خودش وفا میکنه داره به اون حقی که امام به گردنش داره وفا میکنه و اهل بیت صلوات الله علیهم نتیجه این کارشو بهش برمیگردونن شفاعت او رو شفاعت بی او رو شفاعت میکنن و شفاعت پیغمبر در حق او وارد میشه و روز قیامت او رو از احوال روز قیامت نجات میدن ما در روایات داشتیم که رسول خدا صلی الله علیه و فرمودن من او رو در روز قیامت نجات میدهم او رو نجات میدهم از احوال روز قیامت احوال روز قیامت به شدت سهمگینه اهل بیت هم در برزخ او رو جبران میکنن و هم در قیامت او را جبران میکن. یکی از علمای خراسان ایشون میگه بعد از فوت ایشون ایشون رو به خواب میبینن میگن شما چه اتفاقی برای شما افتاد چه جور شد وضعیت شما ایشون خیلی ناراحت بودن میگن چرا من کم به زیارت امام امام رضا صلوات الله علیه رفتم به جهت اینکه من هر مرتبه به زیارت اون حضرت رفتم حضرت آمدن به زیارت من در عالم برزخ و من چرا کم رفتم ایشون کسی بود که هر روز صبح اولین نفری بود که پشت در حرم امام رضا علیه السلام ایستاده بود و درها که باز میشد ایشون به زیارت مشرف میشد هر روز صبح و این جور بیان کرد یا قصه اون همسر آهنگری که معروف آهنگری یزدی که الان در یزد بارگاه داره و مردم به زیارت او میروند ایشون یکی از خی... یکی از صالحین نقل میکنه میگه من در خواب دوستم رو مشاهده کردم یکی دوستی داشتیم ایشون در دنیا زیاد وضعیت خوبی نداشت اما من ایشون رو در عالم رو یا مشاهده کردم وضع خیلی خوبی داره باغ و بستان و این به حال و روز شما نمیمد اینها رو داشته باشید از کجا به اینها رسیدین؟ چجور شد شما به این وضع دچار شدین؟ حال و روز شما خیلی بد بود من توقع داشتم شما رو در عذاب ببینم ایشون لبخندی زد و گفت که اینها به برکت وجود یک خانومی است که همسر آهنگره و اینشون اینجا دفن شده چند روزیه از وقتی که ایشون دفن شده امام حسین صلی الله علیه سه بار به این آرامستان آمدن و سه بار به انبات اینجا سر زدن و به قدم مبارک سید الشهدا صلی الله علیه خدا عذاب رو از این آرامستان برداشته و تبدیل شده به یک باغی از باغهای بهشت ایشون از خواب پا میشه میگه من امتحان کنم ببینم آیا این رؤیای من جزء رؤیاهای صادق هست یا نه میگه من رفتم در بازار آهنگرا دیدم بله یک آهنگری هست که آثار عذا بر اون نمایانه من گفتم جریان اینه شما همسرتون تازه فوت کرده گفتن بله عرض کردم که آیا رابطه ای بین ایشون و امام حسین صلوات الله علیه بوده تعجب کرد گفت برای چی و جریان رو براشون توضیح دادم وقتی جریان رو توضیح دادن منقلب شد و گفت که همسر من بانوی اینجوری نبود که اهل عبادت و اینها باشه اما یک ارتباطی داشت با امام حسین صلوات الله علیه و اون که هر روز زیارت عاشورای او ترک نمیشد یعنی او هر روز امام حسین علیه السلام رو زیارت میکرد هر روز به عهدی که داشته وفا میکرد و با این تکرار زیارت بعضی از حقوقی که بر او واجب بوده نسبت به امام حسین صلوات الله علیه ادا میکرده خب در این صورت امام حسین صلوات الله علیه او رو جبران کردند به قبر اومدن سه مرتبه به او سر زدن حالا تا اون وقتی که ایشون نقل میکنه شاید بارها و بارها تا کنون امام حسین صلوات الله علیه به ایشان سر زده و به برکت قدوم امام حسین عذاب رو از یک قبرستان برداشتن اهالی یک آرامستان در تمام آرامش قرار گرفتن و در بهشت برزخی واقع شدن بله در این روایت فرمودن کان ائمتهم هم یوم القیامه امامان او شفیعان او در روز قیامت خواهند بود لذا ما باید از این زیارت استفاده کامل رو انجام بدیم و بریم تا به عهدمون رفا کنیم تا حق امام حسین علیه السلام رو اجرا کنیم لذا تمام تلاشمون رو برای این زیارت انجام بدیم و پا به پای زوار ابو عبدالله به سمت زیارت امام حسین حرکت کنیم و ثواب إن زياراتها و وإن قدمها هورو براي فرج منتقم خون سيد الشهداء وصاحب الزمان صلوات الله عليه قرار بدهيم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره